د همدې موضوع په اړه بحث لرو چې ما سره په بحث کې د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر او د افغان جاپان روغتون د عاجل برخې مسؤول ډاکټر حشمت فیضی صاحب راسره خبرونه کړي. تاسو ښه راغلاست خوښمن ته په خیر راغلی. اول لازم حجیر صاحب، تاسو ته په افغانستان کې د نري رنځ د ناروغۍ په اړه باندې ویل کېږي چې په 2021 کال کې څه باندې 50,000 کسان په دغه ناروغۍ باندې اخته شوي دي. کراشو په دې باندې بحث وکړو، کله چې د تداوي مرکزونه هم زیات شوي دي، ویل کېږي 10% دغه ناروغۍ هم ورسره زیاته شوې ده. په افغانستان کې تبرکلوز یا نری رنځ تر کومه ځای پورې یو خطرناک ناروغي شمیرلی شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت بیننده و شنونده خوب رسانه شما. در قدم اول باید گفت که تبرکلوز یا سلک هستن یک مشکلی هستن پیش از کووید آمار بلند تلفات در سطح جهان داشتن، که قسمی که آخرین آمار را که سازمان صحی جهان پخش کردن که بگونی اوسط سالانه 9.9 میلیون تن در جهان به مرض تبرکلوز یا سل مصاب میشن، که بگونی اوسط 1.3 میلیون هم فوتی دارن. بیشتر قسمی که شما گفتین که 10% افزایش، 10% افزایش حتما البته نظر به سال 2020 به ثبت رسیدن. قسمی که آخرین آماری که پیش ماستن در سال 2020 ما 46,056 واقعی مثبت داشتیم از تبرکلوز در سطح سر افغانستان. در اون زمان موفقیت تداوی ما 54% بود، لیکن در سال 2021 تعداد واقعیت ما به 50,770 واقعی افزایش پیدا کرده بودند، که باز خوشبختانه میزان تداوی ما بیشتر شده بود. 95% میزان موفقیت تداوی ما بود. و از شروع سال 2022 تا فعلا کس گرچه راپورهای تبرکلوز یا تبی که هستن به شکل روبوار ثبت میشن، لیکن مطالعات ابتدایی را که وزارت افغانستان انجام داده خوشبختانه میتونیم بگیم که فعلا 10% بهبود در واقعیات به وجود آمده، چون فعلا اکثرا مشکلاتی که قبلا سر راهی از این پروسه بود و مشکلات اکثرا حل شدن، و ما امیدوار هستیم تا آخر از سال نتایج امسال بهتر از سالهای گذشته باشد. بله حجیر صاحب، بلکه چې د تبرکلوز یا نری رنځ ناروغي ډیری ماشومان او میرمنې خپل هدف ګرځوي، خلاف د کرونا چې هغه کسان چې دوی به سن زیات و هغوی ژوند به ډیر په خطر کې و. د دې اساسي علت څه دی؟ خب آماری که فعلا پیش ما هستن سنینه که بیشتر مصاب شدن به تبرکلوز در سراسر افغانستان، از جمله 50,770 واقعی که ما داشتیم، بیشترینشان بین سنین 15 الی 35 سال بودن، و نظر به فیصدی جنسیتی 56% زنها تشکیل میداد و 44% هم مردا، و از کل واقعیت 22% هم طفلا بودند. در طفلا چون کسای مساعد هستن به مبتلا شدن به تبرکلوز یا تیبی، کنا اکثرا ایمیون سیستمشان پایین باشن یا سرکوب شده باشن، و در طفلا که هستن بیشترین عاملی که سبب شدن کنا به تبرکلوز مصاب شدن مشکل سوی تغذیه بودن، و همچنان مشکل سطح پایین اقتصاد مردم بودن، و دیگه ای که اکثرا چون مردم خدمات درست در سر تا سر افغانستان به خدمات صحی نداشتن، یکی از واکسین هایی که به نام واکسین BCG هستن که در بعد از نوزادی بر تمام طفلا تطبیق میشن پیش از واکسین های پنجگانه یا پنتایشان، اکثرا والدین دسترسی نداشتن به ای که بعد از ولادت این واکسین بگیرن. خب آخرین مطالعات را که ما کردیم دو عامل بزرگی داشتن، یکی نگرفتن واکسین BCG بعد از ولادت، و دیگه هم سوی تغذی، و اکثرا طفلکایی که دیگه مشکلات هم داشتن. اینا سه عامل عمده ای هستند که آمار مبتلایان به تیبی را در اطفال بلند بردن. دیر زیاده من نکم اجیر صاحب. فیضی صاحب، در کرونا پر باندی را تاوه چی پا اوز که پا افغانستان که کرونا پا کم حالت که در اگر چی خلق پا دست ستونز و مشکلات که اختلی چی در دیره چخه کرونا هیره شوی در خوستا سرقام چخه ای او تر کم جاپوری پا افغان جاپان روختون که هم دی حق و کسانو درملنه چی پا کنان آنوغی باندی اختلی فیصدی کم زیت رسیدلی؟ سلامونه اونی که خیلی تاسو ته او محترم لیدون که ده کووید 19 اوس هم موږ واقعیت لرو شفخانه که هو واقعیت یو سه ناسې کم سوی ده. پخوا په نسبت یو هفته دو هفته په نسبت اوس واقعیت یو سه کم سوی ده، خو اټکل کیږي چې واقعیت په دوه درې میاشتو راتلونکو دوه درې میاشتو کې واقعیت بیا زیات سي.
و در شفاخانه ما فعلا حدود 60 مریض به سر داریم. 60 مریض به سر رقم زیادی هست و ما در آینده رمضان در پیش داریم، عید در پیش داریم. همه ساله نظر به تجارب سالهای گذشته بعد از روزه و بعد از عید وقت زیاد می شد و یک سب تایپ سب واریانت اومیکرون که BA2 برشیاد می کنن در کشور در هندوستان، افریقای جنوبی و یوکی وقتش دیده شده و فوق العاده قدرت سرعتش خیلی زیاد است. فوق العاده قدرت سرعت نسبت به اومیکرون هم بسیار قدرت سرعت زیاد است و این خیلی خطرناک بوده میتونه به کسایی که اونا معافیت ضعیف دارن، خصوصا اشخاصی که ما قبلا هم یادآور شدن، اجیسب یادآور شدن، شما یادآور شدین که وقتات توبرکلوز زیاد شده و او کسایی که توبرکلوز دارن معافیتشون خیلی ضعیف میشه، کسایی که سویت غذایی هستن اونا معافیتشون خیلی ضعیف هستن، کسایی که سرطان دارن و دوای سرطانی استفاده میکنن اونا معافیتشون ضعیف میشه و کسایی که برای توبرکلوز دیگه امراض مزمن دارن، شکر دارن و اینا خیلی خطرناک بوده میتونه. بله دکتر صاحب، په اوس کې تر کومه ځا پورې د خلکو د عامه پوهاوي کچه تر کومه ځا پورې لوړه شوې ده؟ دغه نوې بڼې د اومیکرون ته چې تاسو اشاره وکړله او تاسو ویلې چې سرعت یې هم زیات دی، څه ډول ممکنه ده چې د دغه نوې وژنې څخه خلک وکولی شي خپل ځان په امان کې وساتي؟ خب ما فعلا به خاطر کووید 19 کدام تداعی خیلی خاص نداریم. ما بگیم که این دوا رو به مریض بدیم مریض خوب میشه. به غیر از تنها یک دوای برام پاکسلوید یاد میشه و این دوا فقط ما برای مایلد و مدریت یا ساده بگیم به مریضای خفیف و متوسط، اونا که تنها اعراض علائم کووید 19 دارن و در شفاخانه بستر نشدن، به این اشخاص این دوا مفید تمام شده و از بستر شدن از یا به شفاخانه جلوگیری میکنه. فقط ما کاری کردن میتونیم بر اشخاص اما آما پوهاوی است، آما بر مردم باید از هان مردم باید آماده شود کرونا هنوز وجود داره، فاصله اجتماعی باید مراعات شود، استفاده از ماسک و تا حد امکان در ساعاتی که مردم به سر که دسته جمعی جمع میشن در اوجا حضور پیدا نکنن. او دی تشخیصی ها که تونو پارلابان هم تا سر مرست شوی در زلون و زلون و دنالیوال و روختیایی بنسرتون و چه پده برخه که دی همکاری وقته نکری در چاستا سلاس نیوی وکرو؟ تا فیل ها خب یک سوال خوبی کردین. شفخانی ما فیلان از طرف WHO به همکاری وزارت صحت عامه فیلان سپورت مالی میشه و قبلا اجیر صاحب هم یادآور شدن امرای ما که ما ماشینای جن سکونسر خواستیم و تشخیص اومیکرون این ما رو خیلی کمک میکنه، مستقیما به ما تشخیص میکنه که شخص اومیکرون داره و میتونیم که شخص ما ایزولیت کنیم و قرنطین برش بدیم، قرنطین خانگی و در شفاخانه ما اونا رو قرنطین بسازیم، ایزولیت بسازیم که خیلی ما رو میتونه کمک کنه. اما ماشین جن سکونسر که ما نیاز برش داریم ان شاء الله داینده نزدیک بر ما خاطر رسید. اوردر مننکم فیض صاحب. اجیر صاحب دی کرونا پاله باندې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فیضی اشاره درلوده، په اوس کې دوی چې یو بل نوې بڼه د اومیکرون هم ډیره خطرناکه ده او ډیر زر خلک په هغې سره مبتلا کیږي، او هغه کسان چې خوارځواکي ولري یا هم د اوس کې موږ تاسو ډیری هیوادوالو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، هغه خواړه چې باید دوی ترلاسه کړي هغه نشي ترلاسه کولی، یعنی ګواښ ډیر جدي ګواښ دی. دغه جدي ګواښ د رفع کولو دپاره د عامې روغتیا وزارت کوم پلانونه ترلاسلاندې لري؟ خب در بخش کووید قسمی که ډاکټر صاحب گفتن آخرین آماری که نزد وزارت صحت افغانستان است حدودن از وسط های فبروری به این طرف آمار ارقام ما به گونه چشمگیر خوشبختانه کاهش پیدا کردن و چند خوشبینی دیگه هم ما داریم. امی که قبلا هم که WHO وعده کرده بودن که تا آخر ماه جنوری ماشینای جن سکوینسر را بر ما میتن، لیکن یک کمی به تاخیر افتید و مدت زیادی را گرفت، لیکن خوشبختانه فعلا ماشینری رسیدن در لابراتوارهای مرکزی ما حدودن دو هفته شد نصب شدن و یک روز پیش هم که ما خبر گرفتم از اونجا و مسئول از اون بخش گفتن که انشالله در دو روز سه روز سافتویری که نیاز از سافتویر نصب میشه و ممکن تا هفته آینده به کار شروع بکنن. زمانی که ما ماشینری جین سیکوینسینگ داشته باشیم بعد از اون دیگه انشالله ما مشکل نمی داشته باشیم. این تشخیص به برخک؟ بله، هر تایپ جدید ویروس کرونا یا هر ویروس دیگه در صورت اکمین در صورت ما سافتویر شده داشته باشیم بسیار براحتی میتونیم هم تشخیص بدیم. و مرکزهای تداوی ما آخرین سفر را که وزیر صاحب سویز داشتن یکی از مؤسسات بنمای فارسی اونا وعده کردن که انشالله در آینده نزدیک تمام 38 شفاخانه کووید ما را دوباره اونا فعال میسازن. قبلا یک چیز کاهش در تعداد کیت های ما آمده بودن، حدودا 20 روز قبل در حدود 1,20,000 کیت جدید WHO امرای ما کمک کردن و فعلا واکسیناسیون هم به شکل خوب روان هستن.
هودن در هفت ماه گذشته ما تانستیم 4.3 میلیون نفر واکسین بکنیم و اگر سپورت مالی درست پیدا کرده بتانیم، وزارت صحت افغانستان پلان دارند که در آینده نزدیک یک کمپاین سراسری واکسین کوید در تمام افغانستان برا بندازند که در او هدف ما تعیین کردیم که در حدود 4.5 میلیون هموطن خود در یک ماه ما تحت پوشش واکسین قرار بدیم. بله، پیر صاحب، فعلاً طول هیواد که در کرونا در تشخیص و درملن چو روختون فعلاً مگوتاسو فعال رو؟ خب قسمی که همه ما میفهمیم که با آمدن امارت اسلامی افغانستان تمام مراکز به یک بارگی بسته شدن، لیکن تا فعلا ما تنظیم بر 5 شفاخانه سپورت مالی پیدا بکنیم، لیکن بگونی نسبی فعلا به کمک WHO و یونیسف در 100 ولایات بخشای کوید مکبوت و هم به شکل نسبی فعال ساخته شده، لیکن اگر IFRC بتانند ای بخش ما را کمک بکنن تمام 38 شفاخانه ما را اکتیو بکنن، انشاءالله باز مشکلات نخواهد داشته. او سلامت سیف هی سیب دی کوم استونز و مشکلات سره مخامخ کی استاسو ډاکټر سایبانو او روغتیایی کارکونکو هم هغه امتیازات پوس کی ورکړ شوی دی کنه په تیرو کې داسې راپور نمو درلو دل چې هغه کسانو چې شپه ورځ یې غلطه د ناروغانو خدمت کولو او خپل ژوند او ځان په خطر کې اچولو، اما تر میاشتو میاشتو دوی خپل امتیاز نه ترلاسه کړی. فلحال الحمدلله این مشکلات حل شده و معاشات ما را مادما میگیریم و امو WHO سپنگ ما قبلا میادوار شدم سپورت مالی شفخانه رو گفتم بدوش گرفته، ما فیلان در شفخانه دوام داریم، اکسیان و کیتای تشخیص همه چیز وجود داره در شفخانه، نیاز به ماشین جن سکنسر بود که اجیر سه به همکاری وزار ساعت همه و WHO اینا امو ماشین هم برای ما فرام خواد کردن و ماشات هم انشالله مشکلش حل شد. او دی اکسیژن په برخه کې هم دی اکسیژن تولید په برخه کې تاسو امکانات درلودل، خو دغه برخه کې ځینې تخنیکران هم ضرورت درلودل، هغه تخنیکي ستونزې او مشکلات هم رفع شوي دي او داسې څوک هم پیدا کړي دي که چېرته د اکسیژن تولید په برخه کې تخنیکي ستونزه پیدا کېږي تر څو په عاجل ډول سره هغې ته د حل لاره پیدا شي او مشکل شي؟ یک ماشین اکسیژن پلانت یک ماشین است که اکسیژن تولید میکنه، یک ماشین انجینای خاص در داخل کشور وجود نداره برش و تا وقتی که ما در موردش خبر داشتیم وجود نداشت و امیدش هست که انجینرهای در داخل کشور وجود داشته باشه و قبلا اما وقتی اگه ماشین کنه مشکل پیدا میکرد شرکت چینی بود که اونا میتونستن ماشین رو به ما جور کنن و فیلحال ماشین الحمدلله جور است، اگه داینده نزدیک داینده کنه مشکل پیدا کرد ان شاء الله به همکاری وزارت صحت هم حل خواهد شد. او مخکې تاسو ښه موضوع ته اشاره وکړه، بدبختانه همیشه په اخترونو کې یا هم په داسې مناسبتي ورځو کې چې افغانان ډیر سره هغه لمانځي ګڼه ګوڼه زیاته وي، هغه روغتیایي سپارښتنې دوی نه عملي کوي، د کرونا ارقام هم ورسره لوړیږي. په افغان جاپان روغتون کې د تاسو هغه بسترونه چې تاسو یې د ناروغانو دپاره لرئ هغه د دې بسنه کوي تر څو وکولای شئ همدا ډول واقعاتو دپاره تاسو درست ځواب ووایی شئ؟ شفخانه افغان جاپان تا فلحال 100 بستره، ما به گنجش 100 بستره داریم و ما میتونیم که ظرفیت خود تا 150 بستره بلند ببریم، چون در موج سیم وقتی دلتواریان که بود در موج سیم سال قبل دمی مای جوزا ما تا 150 مریضم بستر کردیم در شفخانه، چون یک واقعیت حالت آمد که همه دست پاچه شد و ما تونیم او مریضم، ولی ما میتونیم به شکل میاری تا 100 مریضه بهش خدمات ارائه کنیم. در اومیکرون ما حد زیر میزنیم که واقعات شاید زیاد شد و الحمدلله واقعات ما از 90-95 مریض بیشتر زیاد نشد، تا 100 مریض تا 100 به سر رسید از او بیشتر نشد، ما میتونیم خدمات میاری بر 100 مریض انجام بدیم و در صورتی که اگر واقعات زیاد میشه دیگه مراکز درمان مثل شفخانه قصبه وجود داره، شفخانه علی جناب وجود داره، میشه که ما مریضا به اسلام ریفر کنیم. پغیر شفخانو که هم مقای امکانات چی افغان جاپان لری پغیر اختون که هم شده؟ در شفخانه قصاب هم اموج اکسل پلانت وجود داره، دکتر وجود دارن و خدمات دوایی و لابراتوار هم وجود داره و در شفخانه قصاب هم به این شکل. من نکنه شسیب انشالله برتستر گردزم هجیر سیب مگو تا سمیشه دی شاید یو کل چی اختر کیگی یا هم در نور مناسبتی برازو که د پکرونا ناروغۍ د اخته کسانو په شمېر کې هم زیاتوالی راځي، دغه ستونزې ته د رسېدو دپاره د عامې روغتیا وزارت داسې کوم پلان تر نظر لاندې لري تر څو د خلکو عامه پوهاوی هم لوړ کړي او خلکو سره دغه موضوع شریکه کړي چې په اخترونو کې باید دوی ډېر احتیاط وکړي تر څو په کرونا ناروغۍ باندې اخته نشي؟
خب قسمی که ما میفهمیم که کرونا در تمام حالات خطرات خود دارن، لیکن قسمی که شما گفتین چون تجمعات در روزهای عید و در رخصتی ها بیشتر میباشن و دکتر صاحب اشاره کردن که معمولا ما شاهدش بودیم در دو سال گذشته که در بعد از عیدها آمار بلند میرن. در خلای هفت ماهی که امارات اسلامی افغانستان آمده بود، بخشای تبلیغاتی وزارت صحت افغانستان یک تیک اندازه کارش متوقف شده بود، لیکن حدود یک هفته دو هفته میشن که دیپارتمنت ارتقای صحت وزارت صحت افغانستان دوباره پس اینا به کار خود شروع کرده. انشالله در آینده نزدیک ما شاید از این خود بودیم، شاید چاپ بیلبورد ها ما در سطح شهر خود بودیم، بعض کلیپ های معلوماتی از طریق رسانه خود بودیم و همین رقم از طریق صفحات اجتماعی. ما بخش آگاهی عامه خود کوشش کردیم سطح شب بلند ببریم، تا اینکه گرچه هموطنان ما یک تجربه و دو تجربه دارن از سال 2020 از سال 2021 هم، لیکن باز ما کوشش میکنیم که خدمات بیشتر شوند و سطح آگاهی مردم بلند برند تا اینکه اونا هم این نکات هم متوجه باشند. حجیر صاحب، دیم رستندوی نلیوال و بنسرتون علاقه مندی تر کومه جاپوری پوز کشته ده تر سود افغانستان در روختی ها برخ سر دوی ده تیر پشان هم کاری وکری یا هم بدبختان علاقه پنور و برخو که چه چنا چه تر سیاسی سیوری لندی را غلی دی ده افغانستان در روختی ها برخه هم دی چه مستثنانه؟ خب قسمی که شما هم گفتین که بخش سعد افغانستان، گرچه ما هم گفتیم و دونرهای هم قبلا با بخش سعد افغانستان کار میکردن، شعار از اونا هم بود که بخش صحت نباید سیاسی شه و نباید داخل اجندای سیاسی شه، لیکن متاسفانه با آمدن امارات اسلامی افغانستان بخش صحت اونا بسیار زیاد تک اندازی بسیار زیاد متاثر ساختن و داخل اجندای سیاسی کردن که متاسفانه امروزه اکثر بخشای ما که قبلا دونر بسیار منظم داشتن فعلا ما تانستیم به شکل نسبی و بخش اکتیو بسازیم، لیکن تا فعلا ما بخشایی داریم که به گونه مکمل دونر ندارن، مثل تداوی بخش معتادین یا قسمی که دکتر صاحب گفتن ممکن وایرنت یا شکل جدید ویروس کرونا بعد از این افزایش پیدا بکنن. پنج شفاخانه که ما داریم ممکن نیستن که نیاز تمام مردم رفع بکنن. پس ما هم شاید از این هستیم که بخش صحت تا اندازه زیاد متاثر ساختن از مسائل سیاسی و از طرف دیگر در اکثرا وعده های مختلف شدن توسط کشورها و سازمان های مختلف که بر بخش سی اونا کار میکنن، لیکن متاسفانه یک قسمت زیادش فعلا در حد یک تعهد باقی ماندن و جامعه عمل تا فعلا نپوشیدن. دیر زیاد من نکم اجیر صاحب. فیضی صاحب، مشخصا کوم ستونز و مشکلات لری خی یا کوم مشکلات چی لری د حجیر صاحب سره چې د امر اختیار وزارت وایند له دوی سره شریکی کړی تر څو ستاسو غږم تر و هغه ځای پورې ورسوي چې هغه ځای کولی شي ستاسو مشکلات حل کړی شي. ما قبلا که برنامه شو شو حجیر صاحب به ما یادآور شد که ما مشی جنکسن که سرک موک نیاز داریم، گفت ان شاء الله اونام براتون میرسه که یک مشکل بود که ما در شفاخانه داشتیم، ان شاء الله این مشکل ما حل شد و فقط خاص ما دیگه خاص ما همی هست که در قسمت اطلاعات عامه باید از همکاری صورت بگیره از طرف وزارت صحت عامه و دیگه ای که در صورت که وقعات زیاد میشه شفخانه که قبلا ما یادآور شدمون شفخانه باید فعال شود، چون تنها شفخانه افغان ژاپن به تمام مرکز بسنده نیست، کافی نیست که ما بتونیم تمام مریض مرکز کنترل کنیم در افغان ژاپن، میشه که شفخانه دیگه هم فعال شود. تا امو از تجارب گذشته باید ما یک درس بگیریم و اکسیژن پلانتی که ما داریم در شفخانه تنها ما میتونیم بیر 80 مریض ما اکسیژن تولید کنیم. سال قبل و در یک بون اکسیژن تا 20,000 افغانی هم رسیده بود در بازار، میشه که در قسمت کارخانه های اکسیژن وزارت صحت عامه توجه کند و می کارخانه های اکسیژن باید فعال شود. اگر فعال نیست اکسیژن پلانتایی که در سایر شفخانه باید تشکیل شود تا امو تجاربی که در گذشته داشتیم امو باز تکرار نشد. او الکسی باغ کسانو چی دی کرونا زد واکسن ترلاسه کړی دی څومره ګټور تمام شوی څومره مفید تمام شوی هغه ستاسو تجربه څه ښیي؟ هغه کسانو چې واکسین ترلاسه کړی افغان جاپان روغتون ته دوی راوړل شوي دي چې بیا کرونا باندې نیول شوي دي، دغه دوی سخت نیسي اسانه نیسي، خپل تجربه هم لیدونکو سره شریکه کړئ تر څو هغه کسان چې تروسه واکسین نه دی کړی دوی هم دغه یو باوري وبولي او لاړ شي خپل واکسین ترسره کړي. در ابتدا ما باید یک چیز یادآور شوم، ما در شفخانه واقع فوتی نداریم که اونا واکسین گرفته باشند، خصوصا دو دوز واکسین گرفته باشن واقع فوتی نداریم، که یک پیام خیلی خوب بوده میتونه به تمام اشخاصی که فعلا بیننده برنامه هستن.
واکسین اونا بگیرن. واکسین اچ اصلا تمام شایعاتی که در مورد واکسین وجود داره تمام کلا دروغ محض است. میتونن که اینا واکسین خوب بگیرن، واکسین بر ساعتشون به هیچ مشکل ایجاد نمیکنه و میتونن که اینا واکسین بگیرن. کسایی که واکسین جانسون یک دوز گرفتن میتونن بوستر دوز دوم بگیرن. کسایی که واکسین استرازنکا را گرفتن میتونن دو دوز گرفتن، دوز سوم خود بگیرن، بوستر دوز خود. اگه یک دوز گرفتن دوز بعدی خود بگیرن. اگه هیچ نگرفتن باید واکسین بگیرن. به این شکل واکسین چینایی که یا در بین مردم خیلی مشهور است و یک واکسینی هستن که بعد از گرفتن واکسین شخص اعراض علائم زیاد نمیده، مثلا تب و جاندردی یا خیلی راحت میتونه واکسین بگیرن. دو دوز واکسین است و به خاطر از که از اومیکرون یا بی ای 2 اینا را محافظه کنه میتونن دوز بوستر دوز سوم خودم بگیرن، خیلی برشان موثر تمام شده میتونن. او پتر واکسین یک چیز دیگر میخواستم یادداشتم، کار خوبی که امارات اسلامی وزارت صحت هم کردن، واکسین بسیار زیاد گسترش دادن و در قرا و قصبات فعلا واکسین در پشت در منازل در حتی در مساجد واکسین وجود داره. اونا میتونن که برن واکسین خواه بگیرن، در طبق قریه ها میرن، در مساجد میرن، در لاسپیکر های مسجد اعلان شد که شما بین واکسین بگیرن، که خیلی خوب است، خیلی خوب شد. و مردم، و اگر شما تجربه داشته باشین، در حکومت قبل خیلی کم فیصدی، 1% مردم واکسین گرفتن. و فعلا واقعا قسمی که اجیر صاحب یادآور کردن بیشتر از 4.5 میلیون نفوس واکسین گرفتن. این خیلی خوب، خیلی خوب که پیام خیلی خوب است، میشه که دیگه هم واکسین بگیرن. و تنها ما راه حلی که داریم واکسین است. او په دغه واکسین نو کوم فرق شته که نه؟ بیرون ځینې کسان وایي چې څوک وایي چې دا چینایي واکسین چې دی دا ډېر ښه دی، ځکه دغه هغه چې دی ویروس چې دی دا خپله چینایي ویروس و، او د دې په وړاندې د چین ډاکتران ډېر ښه پوهېږي چې کوم واکسین یې جوړ کړی دی. ځینې بیا وایي چین امریکایي او ځینې هندي ښایي. کوم تفاوت کې شته دی او که نه؟ که نه واکسین ټول یو واکسین دی او کولی شي دوی له دغه کرغیړنې ناروغۍ او له دغه ویروس څخه په امان کې وساتي؟ این سوال اکثرا مردم در اجتماع از ما سوال زیاد میکنن، کدام واکسین رو باید ما بگیریم. واکسین چونه یک خوبی هم ایسته که بعد از گرفتن واکسین شخص خیلی کم مردم هم اگر اعراض علائم بتن خیلی خفیف یک جاندردی و تبشن باشن، در کل اعراض علائم نمیتن. و واکسین استرازنکا واکسین هندی که است، این واکسین اعراض علائم داره و همچنان جانسون اعراض علائم داره. تافل ما در شفخانه مثل یک ریسرچ ما که انجام دادیم قرار سرچ، کسایی که واکسین استرازنکا گرفتن اونا خیلی خوب در مقابل اومیکرون خوب اونا بدنشان مقاومت بدنشان خوب محافظه کرد اینا را از اومیکرون. و کسایی که واکسین چینایی هم گرفتن و کسایی که جانسون یا واکسین امریکایی گرفتن اینا را خوبه چه بود. در کل فرقی خیلی خاص وجود نداره. به خاطر اعراض علائم اگر میخواین که اعراض علائم خفیف بعد از واکسین داشته باشن یا اعراض علائم نداشته باشن بعد از واکسین، واکسین چینایی خوبتر هستن. سینفارم واکسین. سلامت بوسی دکتر صاحب و اجیر صاحب. دی واکسین په برخه کې، کومه واکسین په برخه کې امکانات فعلا نری؟ یعنی دومره امکانات شته چې موږ تاسو وکولای شو په ټول هیواد کې دغه واکسین هیوادوالو ته تطبیق کړو تر څو د دغه بدمرغه ناروغۍ څخه خپل هیوادوال وژغورو؟ خب آمار آخری که ما در دست خود داریم در حدود 22% از نفوس افغانستان ما تانستیم فعلا تحت پوشش واکسین قرار بدیم. فعلا هم در حدود 2.9 میلیون دوز واکسین ما در استاک خود داریم و در حدود 5.8 میلیون دوز دیگه هم تا وسط سال 2022 به بخشات افغانستان خواهد رسید. و قسمی که پیشتر اشاره کردم، اگر بتانیم دونر درست برش پیدا بکنیم، وزارت صحت افغانستان پلان دارن که در طی یک کمپاین سراسری 4.5 میلیون هموطن دیگه ما را در سر تا سر افغانستان که اونا اکثرا دسترسی نداشتن به مراکز صحی و در دوره اول دوم اونا نتانستن واکسین بگیرن، ما کوشش کردیم که در مدت یک ماه مکمل یک کمپاین سراسری را برا بندازیم و اکثرت جاهایی که از واکسین باقی مانده بودن اونا هم تحت پوشش پروسه واکسین بین. دیر از یاد من نکام کرم و دان سلامت سوی چپانان که مرسته گردن. شکر شما.